سرخط خبر. پرونده هسته ایران روی میز شورای حکام. آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی فوری به دو سایت اتمی ایران شد. انتقاد معاون اشرف غنی از گزارش آمریکا درباره ترکیب جمعیتی افغانستان. سرور دانش میگوید آمار شهروندان شیعه و هزاره نادرست است. بازگشایی مرزهای اروپا بعد از 3 ماه محدودیت‌های مرتبط با کرونا. فروشگاه‌های اقلام غیر ضروری در انگلستان دوباره باز شدند. و 16 سال زندان به جرم جاسوسی از روسیه. تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا میگوید قربانی دسیسه شده. سلام و عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوباره از ایران خواست تا بدون تأخیر و به طور کامل به بازرسان این آژانس اجازه دهد که از 2 سایت اتمی ایران دیدن کنند. درخواستی که ایران ماه‌هاست با آن مخالفت می‌کند. رافائل گروسی این درخواست رو در شروع اجلاس شورای حکام آژانس در وین مطرح کرد، نشستی که قرار است موضوع عدم همکاری ایران و غنی‌سازی اورانیوم فراتر از میزان و غلظت مورد توافق در برجام رو بررسی کنه. آمریکا در این جلسه پیشنویس قطعنامه‌ای رو ارائه کرده که در اون ایران رو به علت عدم همکاری با آژانس محکوم می‌کنه. کسرا ناجی گزارش می‌ده. جلسه شورای حکام آژانس در وین امروز قرار است که عمدتاً به علت محدودیت‌های رفت و آمد مربوط به ویروس کرونا از طریق تلکنفرانس برگزار شود. اگرچه مدیر کل آژانس شخصاً اینجا در سالن حضور داشت، او در بیانیه مقدماتیش از ایران خواست که فوراً و کاملاً با آژانس همکاری کند و به بازرسان آژانس اجازه بازدید از 2 سایتی را که در نظر دارند بدهد. بگذارید با نگرانی جدی بگویم، ایران بیش از 4 ماه است که به آژانس اجازه دسترسی به 2 نقطه را نداده و بیش از 1 سال است که با ما وارد گفتگوهای جدی برای پاسخ دادن به سوالهای ما درباره امکان وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با آن نشده است. این عدم همکاری بر توانایی آژانس در حل و فصل این موضوعات تأثیر منفی گذاشته. او از ایران خواست که زمینه را فراهم کند برای اطمینان خاطر آژانس در مورد فعالیت‌ها در این 2 سایت. من از ایران می‌خواهم که فوراً و جداً با آژانس همکاری کند و فوراً به بازرسان ما اجازه دسترسی به 2 سایت مورد نظر ما را بدهد. یکی از این 2 سایت که آژانس در پی افشاگری‌های اسرائیل به آن حساس شده در مرکز ایران قرار دارد. در نقطه پشت کوه در نزدیکی جاده اصلی اصفهان به شیراز در 24 کیلومتری شمال شهر آباده، محلی که فعالیت‌ها در آن قبل از سال 2003 17 سال پیش شروع شد، جایی که گفته می‌شود بعضی از آزمایش‌ها در ارتباط با احتراق و انفجار به عنوان بخشی از برنامه ساخت سلاح هسته‌ای در آن ممکن است صورت گرفته باشد. و از آن هنگام هر چند وقت تصاویر ماهواره‌ای حاکی از بعضی از فعالیت‌ها در آن بود و سال گذشته ایران آن را با بولدوزر تخریب و پاکسازی کرد. این موجب تأسف ماست که ایران از سوی دیگر میگوید رویکرد آژانس بی‌طرفانه و سازنده نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت این کشور تاکنون همکاری‌های خوبی با آژانس داشته و سوال‌های آژانس بر اساس اطلاعات اسرائیل است که دشمنی آن با ایران برای همه روشن است. طبیعی هست که اگر تصمیم غیر سازنده گرفته بشه امکان داره که جمهوری اسلامی ایران واکنش درخوری به این تصمیم اونها نشون بده که احتمالاً حدس خواهند زد که تصمیم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چه خواهد. در این اجلاس شورای حکام که به طور مجازی برگزار می شود، آمریکا به دنبال تصویب قطعنامه است در محکومیت ایران به علت عدم همکاری با آژانس، قدمی اول در مسیر بردن مجدد ایران به شورای امنیت سازمان ملل. ایران قبلا گفته است که در آن صورت ممکن است از MPT خارج شود.
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، همون مسیر کره شمالی. کسرا نجی، بی بی سی. از مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل، پرسیدم خواسته آژانس چقدر شرایط رو برای ایران سخت خواهد کرد. اگر شورای حکام به این نتیجه برسه که در حقیقت اتهاماتی که از طرف مدیکل گفته میشه درست هست و وقت شورای حکام میتونه اگر به نتیجه نرسه در گفتگو به ایران پرونده رو به شورای امنیت ببره. خب ما میدونیم که در زمان امضای معاهده برجام اون پروتکل الحاقی به منع گسترش سلاح‌های اتمی که طبق اون آژانس میتونست به همه جا دسترسی پیدا بکنه بدون کنترل از طرف مجلس تصویب نشده بود و دولت اعلان کرد که اون رو داوطلبانه انجام میده. خب الان 4 ماهه که این داوطلبانه انجام دادن رو جلوش رو گرفته و به 2 مرکزی که یکیش به احتمال قوی ترقوزآباد یا فاطمیه و دیگری در جنوب شهر اصفهان در آباده، مرکزی که گفته میشه جمهوری اسلامی اونجا مشغول کار روی اقداماتی هست که به سلاح‌های اتمی مربوطه، به این 2 جا اجازه نمیده. آژانس اصرار داره که حتما این 2 جایی که اسرائیلی‌ها به آژانس اطلاع دادن بررسی کنه. با توجه به خروج آمریکا از برجام و اینکه به هر حال مواضع آژانس هم نسبت به ایران در گزارش‌های اخیر کمی داره تندتر میشه، آیا فکر می‌کنید ایران میتونه موضعی اتخاذ بکنه یا راهی بینابینی پیدا بکنه برای حل مشکل؟ خب اروپایی ها مایل نیستن که این به سلام ماجرا به کشیده بشه به شورای امنیت، به همین دلیل هم حاضر هستن مذاکره کنن با جمهوری اسلامی، اونها رو متقاعد کنن که همکاری کنه با آژانس، به ویژه اینکه الان مقدار اورانیوم غنی‌سازی که جمهوری اسلامی در اختیار داره بیش از 1570 کیلوگرم، قرار بوده 203 کیلوگرم باشه و مسئله همینطور در رابطه با آب سنگین عراق که جمهوری اسلامی نمیتونه اینا رو بفروشه ذخیره میکنه. هر دو مواردی است که وحشت از این که جمهوری اسلامی از این اورانیوم غنی سازی شده در این سطح استفاده کنه برای ساخت سلاح اتمی نگرانی زیاده. در این زمینه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها همراه هستند و احتمال هر دو طرف جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار خواهند داد که راهی برای ورود رو پیدا کنه، ولی جمهوری اسلامی فکر میکنه که آقای ترامپ در شرایطی الان نیست که بخواد مسئله رو به شورای امنیت ببره و در اونجا از حمایت لازم برخوردار باشه. مهران براتی بود، کارشناس روابط بین‌الملل. اما چند خبر کوتاه. ایران میگوید ادامه بلوکه شدن پولش در بانک‌های کره جنوبی ممکن است بر روابط دو کشور تأثیر بدی بگذارد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته پول بلوکه شده درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی است که به کره جنوبی فرستاده شده. او گفته ایران می‌خواهد با این پول کالاهای اساسی و دارو وارد کند. دولت چین میگوید بر اساس قانون جدید امنیتی هنگ کنگ میتواند در موارد خاص از طریق دادگاه‌های خود در این منطقه اعمال قدرت کند. این موضوع نگرانی‌ها درباره استقلال قضایی هنگ کنگ را بیشتر کرده. تا حالا جزئیات کمی از قانون جدید امنیتی منتشر شده، قانونی که به گفته منتقدانش خود مختاری هنگ کنگ و آزادی‌هایی که برای ساکنان آن تضمین شده بود را محدود می‌کند. پلیس راهور ایران میگوید با کسانی که با ماشین‌های گران قیمت فخر فروشی می‌کنند برخورد می‌کند. کمال هادیانفر فرمانده این نیرو گفته ماشین‌هایی که شیشه دودی داشته باشند، سگ در آنها باشد یا صدای آهنگشان بلند باشد، مظهر علنی فساد هستند. او همچنین تأکید کرده که در ایران در هر ساعت 2 نفر جان خود را در تصادفات از دست می‌دهند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، گفته گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره ترکیب جمعیتی افغانستان درست نیست و جمعیت واقعی هزارها و شیعه‌ها در این کشور را نشان نمی‌دهد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا به نقل از یک نهاد تحقیقاتی آمده که هزارها و شیعیان در افغانستان 10-15% جمعیت را تشکیل می‌دهند. آقای دانش از اقلیت هزاره و شیعه است. بیشتر از همکارم علی حسینی از جزئیات بیشتر این گزارش پرسید.
اصل گزارش در ارتباط نگرانی هایی است که اقلیت های مذهبی همچنین شیعه در رابطه با حملات دارد، چند بارم تکرار شده و در قسمتش یک آماری آمده در رابطه با ترکیب مذهبی در افغانستان و گفته که این آمار هم از مرکز تحقیقاتی پیو گرفته شده. مرکز تحقیقاتی پیو هم در گزارش که من نگاه کردم مشخص است از کجا گرفته. در این گزارش در این مرکز در این گزارش جمعیت شیعیان افغانستان و عمدتاً هزاره ها چیزی حدود 10 الی 15 درصد گفته شده. به نظر میرسه خود این گزارش مرکز تحقیقاتی پیو هم جای سوالای زیادی داره. مثلا در قسمت زبان ها اشاره کرده به زبان بلوچی، دری، هزاره ها، پشتون، ازبک، که این نشان ده که به نظر میرسه چندان دقیق نیست. به هر حال واکنش ها رو در پی داشته و حالا هم معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که این آمار دقیق نیست و باید اگر آمار دقیقی وزارت خارجه آمریکا و آمریکا در دست داره او بر اساس او استناد کنه و واکنش های دیگری هم در پی داشته. و اگر فرض بگیریم که این آمار وقتی آقای سرور دانش میگه دقیق نیست، اشارهش به اینه که اونها تعداد هزاره ها و شیعه ها بیشتر هستن، چه تغییری ایجاد میکنه اگر تعداد اونها بیشتر باشه؟ ببینید یک بحث اصلی اینه که در افغانستان از سال 2001 به بعد مبنای تقسیم قدرت حداقل میشه گفت که این ترکیب جمعیتی هست و همچنین یک اشاره الان میشه که ربط پیدا کنه این ترکیب جمعیتی به ترکیب مذهبی هم هاکزا. ولی بحث اصلی این است که موضوع اصلی اینه که از حدود 40 سال تا 40 سال گذشته سرشماری دقیق در افغانستان صورت نگرفته. اداره احصایی مرکزی معمولا هر چند مدتی آمار برآورد جمعیت افغانستان را میکنه که این جمعیت اشاره به ترکیب قومی و ترکیب مذهبی نمیکنه. به همین خاطر هست که درخواست بیشتر اقوام افغانستانی است از دولت افغانستان که این سرشماری صورت بگیره تا بر اساس این سرشماری تعیین بشه که جمعیت دقیق افغانستان حالا از نظر قومی از نظر مذهبی چه رقمی را نشان میده. به هر حال تاثیرگذار هست و مهم است برای بسیاری از مردم افغانستان. علی حسینی بود همکارم از کابل. اما دادگاهی در مسکو، پال ویلن یک سرباز سابق ارتش آمریکا را به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرده. آقای ویلن که بارها به روسیه سفر کرده، یک سال و نیم پیش در آخرین سفرش که میگوید برای شرکت در عروسی دوستش بوده بازداشت شد. او و خانواده‌اش و سفیر آمریکا در روسیه این دادگاه را نمایشی، غیرعادلانه و سیاسی خواندند. بهمن کرباسی همکارم از نیویورک با ما هست. بهمن، واکنش دولت چه بوده؟ پو وزیر خارجه یهودی یک ساعت پیش در شبکه اجتماعی توییتر گفت که این دادگاه مخفی بوده و شواهدش مخفی بوده و وکیل آقای ویلن هم اونطور که باید شاید دستی نداشته به آوردن شاهد به دادگاه و در مجموع اون رو غیر قانونی دونسته و اینکه معتقد مشروعیت نداره از دید دولت آمریکا. سفیر آمریکا در روسیه هم گفته است که این یک مانعی است در بهبود روابط بین روسیه و آمریکا و اون رو نادانانه دارسته. خود آقای ویلن در دادگاه یک پلاکارد رو دست گرفته و که روش نوشته این دادگاه نمایشی است. خانواده‌اش بیانی دادن، گفتن که از دید اونها یک قاضی سیاسی و حکم سیاسی اینجا دست داشته و عادلانه نبوده. میدونیم که دولت روسیه اون رو متهم کرده که اطلاعات مخفیانه داشته بر روی یک فلش درایو کامپیوتر و او در مقابل گفته که تصاویر عکسای دوستش بوده، هیچ نقشی در هیچ نوع جاسوسی نداشته. ولی مشخص است که از دید دولت آمریکا این یک پرونده سیاسی است. آقای بیلن البته قبل از اینکه سرباز آمریکا باشه در ایالت میشیگان مقام در اداره پلیس کار میکرده و شهروندی کانادا و بریتانیا رو هم داره، ولی همونطور که در مقدمه آمد به روسیه چندین بار سفر کرده بوده و این دفعه آخر که یک سال نیم بود پیش بوده بازداشت شده. حالا حتی خانواده او و وکلای او سعی کردن دولت آمریکا بگویند که راه یک جور مبادله زندانی رو فراهم کنند. دولت آمریکا مثل که این پیشنهاد رو رد کرده و فعلا همین تاکید بر این که این دادگاه نمایشی و سیاسی است و باید او را آزاد بکنند هست. ممنونم ازت بهمن کرباسی همکارم از نیویورک. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سخت خبرهای روز. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواسته بدون تأخیر و به طور کامل به بازرسان این آژانس اجازه دهد که از دو سایت اتمی ایران دیدار کنند. معاون رئیس جمهوری افغانستان میگوید گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره ترکیب جمعیتی افغانستان نادرست است. در ادامه این برنامه
رونمایی از تندیس جدید قاسم سلیمانی باز هم بحث برانگیز شد. از امروز چند کشور اروپایی وارد مرحله جدیدی از کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا شدند. در انگلستان مغازه‌هایی مثل فروشگاه پوشاک و کتاب باز شدند. در فرانسه هم رستوران‌ها و کافه‌ها در بیشتر نقاط کشور باز شدند. با این حال رئیس جمهوری فرانسه از مردم خواسته مراقب باشند. اما در مقابل در بعضی دیگر از کشورها شرایط در حال وخیم‌تر شدن. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. نزدیک 3 ماه خیابان‌ها در انگلستان این شکلی بودند. سوت و کور با مغازه های بسته. امروز اما بعضی جاها این شکلی اند. با صفهای طولانی جلوی مغازه ها. از امروز در انگلستان بسیاری از مغازه هایی که مواد غیر ضروری هم می فروشند مثل لباس فروشی ها و کتاب فروشی ها باز شده اند. البته با شرایطی. راهروها یک طرفه شدند. مشتری ها باید در بدو ورود ژل ضد عفونی کننده دست بزنند و حفاظ های جلوی فروشنده ها کشیده شده. از وقتی آمار افراد مبتلا اومده پایین، احتمال اینکه از کسی که مبتلا هست ویروس رو بگیرید، چه 1 متر فاصله داشته باشید، چه 2 متر، چه 7.5 متر، بر اساس آمار اومده پایین. بعضی اما معتقدن آنچه راهنمای تصمیم نخست وزیر بریتانیا برای کاهش محدودیت هاست، بیشتر فشار بعضی اعضای کابینه اش است. آنها که نگرانند وضع اقتصاد بدتر و بدتر شود. در انگلستان از امروز همینطور پوشیدن ماسک در وسایل نقلیه عمومی اجباری شد. امروز یک کشور اروپایی دیگر هم قدم‌های تازه‌ای به سمت کاهش محدودیت‌ها برداشت. در فرانسه به جز در چند منطقه کافه‌ها و رستوران‌ها فعالیتشان را از سر گرفتند. مرزها با کشورهای اروپایی باز شدند و از 2 هفته دیگر پروازهای بین المللی به کشورهایی که شیوع ویروس در آنها مهار شده برقرار می شود. با این حال رئیس جمهوری فرانسه از شهروندان می خواهد گوش به زنگ باشند. ما باید با این ویروس برای مدتی طولانی زندگی کنیم. باید مراقب باشیم و آمادگی داشته باشیم حتی برای برگشت دوباره ویروس، اون هم با شدت و حدت بیشتر. اما هنوز کشورهای زیادی در جهان هستند که در آنها در نبرد انسان با کرونا این ویروس دست بالا را دارد، از جمله در هند، جایی که اخیراً شمار ثبت شده روزانه مبتلایان به 12,000 نفر هم رسیده. بیمارستان‌ها دیگر جای خالی ندارند و از واگن‌های قطار به عنوان بیمارستان استفاده می‌شود. ویروس کرونا حالا چند روز است به چین هم برگشته. آن هم پس از حدود 2 ماه که هیچ مورد تازه‌ای ثبت نشده بود. چین همان جایی است که اولین موارد ابتلا در جهان در آن دیده شد. موارد تازه بیشتر در پکن پایتخت ثبت شده. گفته شده بیشتر آنها به یک بازار عمده فروشی مواد غذایی مرتبط هستند. مسئولان بازار را بلافاصله بستند و محدودیت‌هایی در مناطق اطراف برقرار شده. ترس دوباره به خیابان‌های چین برگشته. ترس از موج دوم ویروس کرونا. اتفاقی که خیلی‌ها در گوشه گوشه جهان نگران آن هستند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. در ایران هم طبق آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته نزدیک به 2500 مورد جدید به ویروس کرونا شناسایی شدند و 113 نفر هم بر اثر این ویروس جان خودش را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 8950 نفر رسیده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، موارد تازه بستری ناشی از بیماری کووید 19 در استان‌های تهران، خراسان رضوی و بوشهر در حال افزایش است. بیش از 11,000 نمونه آزمایش کرونا در استان خوزستان در جنوب غرب ایران ناپدید شدند. محمد علوی رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفته علت گم شدن نمونه ها گرفتن آزمایش بیش از ظرفیت آزمایشگاه هاست. این در حالی است که روابط عمومی دانشگاه جندی شاپور خوزستان ادعای گم شدن این نمونه ها را رد کرده و آن را دور از واقعیت دانسته. خوزستان در چند هفته گذشته یکی از بالاترین آمارهای ابتلا به ویروس کرونا در ایران را داشته.
در شبانه روز گذشته 761 مورد جدید به آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان اضافه شده. بر اساس آمار وزارت صحت در همین مدت 7 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. تعداد کل مبتلایان به این بیماری در این کشور به بیش از 25527 نفر رسیده و تا امروز 478 نفر هم جانشون رو از دست دادن. دو روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در ایران به طور همزمان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که به رأی دادگاهی که 8 فعال زیست محیطی رو به زندان محکوم کرده احترام می‌گذارند. این دو جزء روزنامه‌نگارایی بودند که از بازداشت فعالان زیست محیطی توسط سازمان اطلاعات سپاه انتقاد کرده بودند. ناظران از فشار نهادهای امنیتی حکومت ایران به روزنامه‌نگاران و ارعاب اونها ابراز نگرانی کردند. همکارم سیاوش اردلان از لندن با ما هست. سیاوش، همونطور که در گزارش هم گفتیم اخیراً شاهد یک سری موضع‌گیری هایی هستیم که در شبکه‌های اجتماعی خصوصاً که متفاوت هست با آنچه که پیشتر می‌دیدیم. دلیل چه است؟ مجید، کاربران شبکه‌های اجتماعی در طی 24 ساعت گذشته در کمال تعجب دیدن که دو روزنامه‌نگار مطالبی رو منتشر کردن، یکیشون مبنی بر اینکه عذرخواهی میکنن به خاطر موضع‌گیری‌های قبلیشون، یکی هم گفت که به رأی دادگاه احترام میذاره. اینها جز روزنامه‌نگارانی بودن که منتقد برخوردهای امنیتی با 8 فعال زیست محیطی بودن در اون پرونده زیست محیطی ها. انتقاداتشون هم بیشتر از جنس حقوقی و سیاسی بود، اینکه مثلا مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است، چرا این با فعالان زیست محیطی توسط اطلاعات سپاه به جاسوسی متهم شدن، چرا در پشت درهای بسته محاکمه شدن، چرا به خانواده هاشون و به وکلاشون دسترسی نداشتن، چرا در صدا و سیما اتهاماتی علیه اونها مطرح شد که هیچ وقت فرصت پاسخگویی به اون رو نداشتند. برای همین این توییت هایی که اینها منتشر کردند و مردم دیدند، این شایعه برای ایجاد کرده که تحت فشار و ارعاب و اذیت نهادهای امنیتی ولی این فعالان زیست محیطی که الان 2 سال در زندان هستن دارن حکمشون رو میگذرونن، چرا باید سپاه این افراد رو تحت فشار بگذاره؟ سوال خوبیه مجید. یکی از این فعالان زیست محیطی مراد طاهباز هست که تابعیت آمریکایی هم داره و اخیراً مقامات آمریکا گفته بودن که در چارچوب مبادله زندانیان دو طرف خواستن که او هم یکی از کسانی باشه که شاید مبادله بشه. و خب اگه اون مبادله بشه، تصور بکنین که صحبت خواهد کرد از زمانی که اینها بازداشت شدن، یعنی بهمن ماه 96، در سلول‌های انفرادی چه فشارهایی رو متحمل شدن، کل این پرونده به کدوم سمت پیش رفت. و مسلما اطلاعات سپاه نمیخواد این اتفاق بیفته و اگه موقع دولت یا نظام تصمیم به مبادله مورد طاهباز بگیره، اگه اطلاعات سپاه بتونه برخوردهای گذشته خودش رو توجیه بکنه، اون موقع بتونه از اون تأثیری که رو به چه این کار خودش میذاره کم بکنه. از جمله همین توییت هایی که مثلا به زعم اطلاعات سپاه کمک میکنه که خودشون رو توجیه بکنن، یا دیدیم که علی اکبر رافعی پور، یکی از نظریه پردازان یا کسانی که نزدیک به اطلاعات سپاه هستش، خبر از یه حکم غیابی علیه کاوه مدنی داد، یکی از مسئولان سابق زیست محیطی که از کشور خارج شد، حکم 11 سال زندان که ظاهرا قوه قضاییه علیه او صادر کرده. عکس‌های خصوصی چند تن از فعالان بازداشت شده زیست محیطی رو آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن. تمام اینها تلاشی برای توجیه کردن خودشون که ما چرا در وهله اول اصلا این 8 فعال زیست محیطی رو بازداشت کردیم، چرا یکی از اونها در زندان در شرایط مشکوک خودکشی کرد یا فوت کرد. همه اینها کمک میکنه که چنانچه مراد طاهباز آزاد شد، شاید بتونن به تعبیر خودشون از اون فشاری که روشون خواهد اومد و سوالهایی که بعداً مطرح خواهد شد کم کنه. ممنونم از سیاوش. همکارم سیاوش اردلان از لندن. رونمایی از مجسمه قاسم سلیمانی در جیرفت کرمان واکنش برانگیز شده. این مجسمه در میدانی که به نام قاسم سلیمانی تغییر نام داده شده بود، با حضور گروهی از مردم و مسئولان محلی رونمایی شده. با انتشار عکس‌های این مجسمه، بسیاری از طراحی و اجرای اون انتقاد کردند. پویا قربانی همکارم، او هم از لندن با ما هست. پویا، این واکنش ها چه بوده؟ قبل‌تر مجسمه های مشابهی بود که خیلی واکنش برانگیز شده بود، در مورد این مجسمه اخیر بگو. درسته مجید، وقتی همه جای دنیا از پایین کشیدن مجسمه ها هستش که واکنش برانگیز میشه، در ایران این بار برپایی مجسمه قاسم سلیمانی در جیرفت در 230 کیلومتری جنوب کرمان واکنش بسیاری رو برانگیخته. این وقتی بود که عکس‌هایی از اون وقتی که رونمایی انجام شد و روز بعدش در
نور طبیعی عکسایی گرفته شده بود و انتشار اونها واکنش بسیاری رو برانگیخت. از جمله یکی از اولین واکنش‌ها این بود که با چه پیشینه‌ای و چه فرد و نهادی با چه پیشینه کاری این کار رو انجام دادن، شفافیت لازم وجود نداشته، اطلاعات خیلی کمی در مورد مجسمه ما میدونیم. این میدون قبل از تغییر نام میدون شاهد نامش بوده و در میدون اصلی جیروف هستش. شهردار جیروف عنوان کرده که 10 متر با احتساب پایه طول این مجسمه است، اما اینکه چه نهادی یا چه مؤسسه ای اون رو ساخته ما چیزی ازش نمیدونیم. از جمله چیزهای دیگه که مطرح شده اینه که چه بودجه‌ای برای ساختی که به زعم بسیاری از ناظران ساخت و طراحی ضعیفی عنوان شده، چه بودجه میلیونی یا میلیاردی اون چیزی که در توییتر مطرح است برای این کار اختصاص داده شده. و بسیاری اومدن باب مقایسه رو باز کردن با مجسمه های دیگه‌ای که پیش از انقلاب در ایران ساخته شده. عکس‌ها رو کنار هم گذاشتن، مثلا مجسمه فردوسی در پیش از انقلاب ساخته شده، اما مجسمه هایی که پس از انقلاب ساخته شده به نظر بعضی از کاربرا کیفیت بسیار نازلی داره. و اونجاست که میرسیم به این که ما رشته مجسمه سازی یکی از رشته‌هایی بود که در کنار رشته‌های موسیقی و نقاشی پس از انقلاب ایران دچار یک وقفه بیش از یک دهه‌ای شد. پس از انقلاب فرهنگی رشته مجسمه سازی تعطیل شد و بعد اینکه دانشگاه بازگشایی شد دانشجوها به رشته‌های دیگه‌ای رفتن و در سال 71 بود، 12 سال بعد از اینکه این رشته تعطیل شده بود، که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت که مجوز تأسیس دوباره این رشته و ثبت نام دانشجویان رو بده. بعضی به این نگاه حکومت به پیکر سازی و مجسمه سازی در ایران هم اشاره میکنن و اونها یکی از دلایلی میدونن که ما شاهد ساخت محصولات عمدتا نازل هستیم. اما همونطور که گفتین اولین مجسمه قاسم سلیمانی نیست، پیش از اون در اهواز مجسمه ای از قاسم سلیمانی رو نمایی شده بود در سرای فرودگاه و بلواری که به نام او نامگذاری شد و همینطور در بندر حنظلی فردی که مجسمه ای از قاسم سلیمانی ساخته بود که پس از اینکه بسیار اون رو کاریکاتور قاسم سلیمانی خوندن پوشانده شد و بعدم جمع آوری شد. ممنونم ازت پویا، وقت بیشتری نداریم، برای همین باید مصاحبه رو همینجا بگذاریم. پویا قربانی همکارم از لندن با ما. و ممنون از شما که با ما همراه بودید.